روز شنبه بر اساس دستور صادر شده از سوی دفتر رئیس جمهوری اسلامی 14 مشاور محمود احمدی نژاد از سمت‌های خود برکنار شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی کلهر مشاور سابق رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به جلسه با محمود احمدی نژاد از پایان همکاری خود با نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاور خبر داد و افزود حکم تقدیر و قدردانی از من و 13 تن از مشاوران دیگر و پایان همکاری ما با نهاد ریاست جمهوری به عنوان مشاور ابلاغ شده است. مهدی کلهر افزود اسامی دیگر کسانی که از این سمت برکنار شدند آقایان رویانیان، وزیری هامانه، زارعی نجفدری، حاج علی اکبری، توکلی، اعتمادیان، مهدی چمران، مشتبه رحماندوست، خانم سوسن کشاورز، مهدی مصطفی، دانش شعفری، ستار وفایی و علی منتظری است. این در حالی است که روز دوشنبه دفتر رئیس دولت ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مهدی چمران از مشاوران رئیس جمهوری نبوده و نام وی در اشتباه به لیست مشاوران برکنار شده اضافه شده است. گفتنی است مهدی کلهر در خصوص دلیل یا دلایل برکناری خود و دیگر مشاوران اطلاعاتی را ارائه نکرده و سوی دیگر اظهار داشته که خود از این امر بی اطلاع است. روز یکشنبه مقامات جمهوری اسلامی از سفرهای چند کشور عضو آژانس انرژی اتمی در وین دعوت کردند تا از تأسیسات اتمی ایران دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، جمهوری اسلامی طی نامه‌ای سفرهای روسیه، چین، اتحادیه اروپا و چند کشور عرب و در حال توسعه را دعوت کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک دیپلمات خارجی اظهار داشت این نامه به روسیه، چین، مصر، برخی کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، کوبا، بعضی کشورهای عضو اتحادیه عرب و مجارستان که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد ارسال شده است. گفته می شود این دعوتنامه در آستانه نشست بعدی اتمی جمهوری اسلامی با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که قرار است اواخر ژانویه در استانبول ترکیه برگزار شود ارسال شده است. هدف از اجلاس استانبول بررسی راههایی برای شکست بن‌بست مذاکرات اتمی ایران است. برخی تحلیلگران سیاسی بر این باورند که ایران امیدوار است با آوردن سفرهای خارجی به تأسیسات اتمی خود نگرانی‌های بین‌المللی را کاهش دهد و بین کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه در این زمینه شکاف بیشتری ایجاد کند. روز دوشنبه احمد جنتی عضو و دبیر شورای نگهبان با حضور در یک نشست خبری در رابطه با شرط شروط گذاشتن سید محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده اظهار داشت به هیچ وجه نیازی به حضور این عده در انتخابات نیست. آیت الله جنتی که در حاشیه همایش مسئولان ستادهای دهه فجر انقلاب با خبرنگاران گفتگو می‌کرد درباره شروط این رهبر اصلاح طلب برای حضور در انتخابات آینده اظهار داشت اصلا نیازی به حضور این عده در انتخابات نیست. آنها خوابهای بی‌تعبیری را دیدند در حالی که مردم و مسئولان آنها را به هیچ وجه قبول ندارند. جمعیتی همچنین در خصوص محاکمه آنچه وی سران فتنه میخواند افزود این تصمیم باید در دستگاه قضایی صورت بگیرد و آنها میتوانند در این زمینه پاسخ درخواستهای مردمی برای محاکمه سران فتنه را بدهند. در حالی است که دو روز پیش از این دادستان کل جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر محاکمه رهبران اصلاح طلب اظهار داشت دادستان تهران نگفتند به زودی به این مسئله رسیدگی میشود. این کار افتضاحاتی دارد که به محض مهیا شدن این افتضاحات این افراد محاکمه میشوند. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی از آزادی 3 فروند کشتی ایران در آب‌های سنگاپور خبر داد و در این خصوص اظهار داشت اعزام نیرو برای حرکت این 3 فروند کشتی آغاز شده است. محمد حسین دادمر با اعلام این خبر افزود با رایزنی‌های جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی دادگاه سنگاپور بعد از تعطیلات ژانویه روز سه‌شنبه 3 فروند کشتی ایرانی توقیفی در آب‌های سنگاپور که با شکایت یک بانک فرانسوی ارائه دهنده وام به جمهوری اسلامی ایران توقیف شده بود آزاد شدند. مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود هم‌اکنون نمایندگان کشتیرانی در سنگاپور مشغول انجام مراحل اداری آزادسازی این کشتی‌ها هستند. وی با بیان اینکه بدهی ایران به بانک فرانسوی هفته گذشته به طور کامل تسویه شده است تصریح کرد اعزام نیرو برای این سه فروند کشتی از روز سه‌شنبه آغاز شده و البته نیروها از قبل ساماندهی شده و آماده به کار هستند. لازم به اشاره است پس از یک ماه از توقیف 3 کشتی ایرانی در سنگاپور کشتیرانی جمهوری اسلامی روز یکشنبه از توقیف 2 کشتی دیگر در مالف و هنگ کنگ خبر داده بود. کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در آخرین نشست خود رأی به انتخاب کشور استرالیا به عنوان میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2015 در قاره کهن داد. به گزارش خبرگزاری مهر این تصمیم در نشست عصر چهارشنبه کنفدراسیون فوتبال آسیا که در دوحه قطر برگزار شد اتخاذ شد.
محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از نشست رسمی روز چهارشنبه کمیته اجرایی AFC این خبر را اعلام کرد. این برای نخستین بار است که استرالیا میزبانی رویدادی با این اهمیت را در سطح قاره آسیا بر عهده میگیرد. 15مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از امروز جمعه با حضور 16 تیم در دوحه قطر آغاز خواهد شد که تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود روز 21 دی ماه به مصاف تیم ملی عراق خواهد رفت.